یحیی سینوار یک شخصیت برجسته فلسطینی و یکی از رهبران گروه مقاومت اماس. او به عنوان یکی از بنیانگذاران و فرماندهان نظامی اماس شناخته می شود و در اداره و برنامه ریزی های عملیاتی نظامی این گروه نقش مهمی دارد. سینوار در سال 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی اماس در نوار غزه انتخاب شد. یحیی ابراهیم سینوار زاده 29 اکتبر 1962 که با کینه ابو ابراهیم شناخته می شود، رئیس دفتر سیاسی اماس و رئیس حکومت اماس در نوار غزه است. سینوار بنیانگذار سرویس امنیتی اماس با نام مجد است که با پرونده‌های امنیت داخلی سر و کار دارد. اسرائیل بارها وعده عزل سینوار را داده است و او را مسئول ویرانی نوار غزه معرفی کرده است و در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار دارد. سینوار گفته است که اسرائیل باید نابود شود و تاکید کرده است که جایی برای یهودیان در فلسطین نیست. یحیی سینوار در اردوگاه پناهندگان خان یونس در جنوب نوار غزه زاده شده است. والدین او اهل اشکلون بودند، اما با آواره شدن فلسطینیان در پی جنگ 1948 عرب و اسرائیل موسوم به النکبه مجبور به مهاجرت شدند. سینوار در خان یونس به مدرسه رفت و پس از آن از دانشگاه اسلامی غزه در رشته زبان عربی مدرک کارشناسی گرفت. ورود او به اماس. اسرائیل نخستین بار سینوار را در سال 1982 و در سن 19 سالگی به دلیل فعالیت‌های اسلامی دستگیر کرد. پس از آن او را بار دیگر در سال 1985 بازداشت کرد. سینوار در همان دوره توانست اعتماد شیخ احمد یاسین بنیانگذار اماس را جلب کند. این ارتباط با رهبر معنوی اماس تاثیر زیادی بر پذیرش سینوار در داخل جنبش داشت. دو سال بعد از تاسیس اماس در سال 1987 سینوار سازمان امنیتی داخلی اماس به نام المجد را تشکیل داد و در آن زمان تنها 25 سال داشت. نام المجد به خاطر مجازات کسانی که متهم به جرایم اخلاقی بودند بر سر زبانها افتاد. سینوار در سال 1988 انگامی که سینوار قصدی را بودن دو سرباز اسرائیل را داشت، توسط نیروهای امنیتی اسرائیل دستگیر و در دادگاه در اسرائیل محاکمه و به 4 بار حبس ابد محکوم شد. سینوار بین سالهای 1988 تا 2011 بیش از 22 سال در اسرائیل زندانی بود. سینوار در زندان زبان عبری یاد گرفت. سینوار از طرف زندانیان با مسئولان زندان صحبت و نظم و انضباط را در میان زندانیان حاکم می کرد. او نهایتاً در جریان مبادله تعداد زیادی از زندانیان اماس و جنبش فتح با گلیهاتشلی در سال 2011 از زندان آزاد شد. بسیاری در دستگاه امنیتی و دفاعی اسرائیل بر این باورند که آزاد کردن سینوار در جریان تبادل زندانیان اشتباهی مرگبار بوده است. ریاست سینوار پس از آزادی به غزه برگشت و به دلیل عضویت و بنیانگذار اماس و سالهای زیاد زندان خیلی زود به عنوان یک رهبر پذیرفته شد. سینوار بلافاصله با گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی اماس و مروان عیسی فرماندهان اصلی آن گردان پیوند برقرار کرد. او را حلقه اصلی ارتباطی میان شاخه سیاسی و گردانهای عزالدین قسام می دانند. در سال 2013 به عنوان عضو دفتر سیاسی اماس در نوار غزه انتخاب شد و 4 سال بعد به ریاست این دفتر رسید. گفته می شود که او مسئول بازداشت محمود اشتوی، یکی از فرماندهان اماس متهم به اختلاس و همجنسگرایی، در سال 2015 بوده است. سینوار در سال 2018 گفت که در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس از نفوذ به خاک اسرائیل از طریق حصارهای مرزی با نوار غزه حمایت می کند. او همچنین مدعی شد که از یک سوی قصد از طرف افراد وابسته به گروه فتح در تشکیلات خودگردان فلسطین در کانال باختری جان به در برده است. آتش‌بس‌های موقت با اسرائیل و تبادل زندانیان و آشتی با تشکیلات خودگردان فلسطینی حمایت کرده است. در می 2021 خانه و دفتر او در عملیات هوایی اسرائیل به نوار غزه هدف قرار گرفتند. او در اوایل 2022 در نقطه تلویزیونی از مردم خواست که به هر طریق ممکن است به اسرائیل حمله کند. حمله 7 اکتبر. اسرائیل او را به امرا افراد دیگر مسئول حمله اماس به اسرائیل در 7 اکتبر می‌دانند. محمد برادر کوچکتر سینوار نیز نقش فعالی در اماس داشت. او از چندین سوء قصد از سوی اسرائیل جان به در برد تا اینکه در سال
2014 اما خبر مرگ او را اعلام کرد. با این حال از آن زمان گزارش های مبنی بر زنده بودن او و فعالیت در شاخه نظامی اماس با پنهان شدن در تونل های غزه منتشر شده است. حتی گفته می شود که او در عملیات 7 اکتبر هم دست داشته است.